دوستان خوبم سلام، خیلی خوشحالم که کلاس های گیتارم رو با شما ادامه میدم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و این کلاس ها براتون ثمر بخش باشه. خب امروز میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم؟ احتمالا شما تا به الان طی جلسه قبلی دست راست تقریبا آماده ای دارین و میتونیم که با هم دیگه به مرور کارهای سخت تری رو انجام بدیم. ببینید بچه ها، من برای شما سعی میکنم که در هر هفته دو سه تا فیلم آپلود بکنم، ولی معنیش این نیستش که شما هم در هر هفته دو سه جلسه برای خودتون کلاس بذارید، بلکه شما هر کلاس من رو باید حداقل 10 ساعت تمرین بکنید. حالا این 10 ساعت اگه براتون دو سه روز انجام میشه چه عالی، و اگر نه به طور مثال احتمالاً هفته 1 جلسه رو میتونید دنبال بکنید. پس ما 10 ساعت برای هر تمرین احتیاج داریم. دیگه توضیحش به شما برمیگرده که چگونه این رو توضیح کنید. خب ما کلن داریم چی کار میکنیم؟ تو کلاسی که با هم دیگه داریم تا اطلاع ثانوی آرپژ محور هست. مثلا ما میخواییم در آینده نزدیک به این درجه برسیم. یه سری آکورد این بر تعویض کنیم و یه سری هم آرپژ این بر بزنیم. این هدف اولیه ما هست که یکی از زیباترین نواخت های گیتار رو حاصل میکنه. پس تو این راستا قرار داریم، راستایی که دست راست من بتونه خیلی نرم و لطیف بزنه، مثلا یا هر چیزی. دست راست من اصطلاحا میگن آرپژ، این توالی های نوتی که داشتم میزدم رو بزنه، و دست راست چپ من بتونه چند نوت رو همزمان بگیره. ببینید، همزمان، این همزمان، این هم همزمان. که به این همزمان گرفتن میگیم آکورد، که سر موقعش مفصل راجبش کلاس خواهیم داشت. بنابراین فعلا ملودی نوازی نداریم، اینجوری از این کارا فعلا نداریم. بنابراین از شما انتظار میره که تو این راستا قدم بردارید. در این راستای همزمان این ور که هیچی دیگه داریم تمریناتشو انجام میدیم، هر جلسه بهش اضافه میکنیم و دست راستمون رو تقویت میکنیم جدا. کما اینکه تو جلسه قبلم دو سه تا آرپژ داشتیم، جلسه قبلیش هم به همین طور، ما این رو جدا کار میکنیم، این رو جدا، و بعد با هم آمیخته میکنیم. در دست چپ شما باید دقت بفرمایید که همزمان گرفتن معنیش اینه که یه جوری این نوت های مثلا تو هر سیم، فرض کنید که یه دونه رو تو سیم 1 میگیرم، تو سیم 2 میگیرم، تو سیم 3 میگیرم، اینجوری مثلا همزمان چند تا رو با هم میگیرم، بعد باید با هم اینا رو بزنیم دیگه، همزمان باید این برم بزنم. اگر که من یه ذره کج بگیرم دستمو، مثلا سیم 2 رو گرفتم، ممکنه که انگشتم به سیم 1 هم برخورد کنه و این غلطه. من باید به نحوی عمود بگیرم که گوش کنید، هیچی مزاحم چیزی نشد. حالا بد میگیرم، گوش کنید، خوب میگیرم، گوش کنید، خوب و بد فقط تو عمود بودنه. اونقدر باید نوک سر بند انگشتتون سیمو بگیره و عمود بگیره که چیزی مزاحم، یعنی برخورد، وقتی من دارم سیم 5 رو میگیرم، این انگشت 3 من برخورد نکنه به سیم پایینی. ببین الان برخورد نمیکنه، سیم 5، سیم 4، حالا برخورد میکنه، سیم 5، سیم 4 خفه شده. بنابراین تو تمرینات امروز ما که یه مقدار دست چپ محوریت پیدا میکنه، شما باید دقت بفرمایید که انگشتاتون با سیم پایینی برخورد نکنه، کاملا شکیل و عمود. اوکی، میریم سر تمرین. تمرین شماره 1 ما دست راستش چیه؟ دست راستش اون آرپژ 8 نوته است که تو جلسه اول یا دوم براتون توضیح دادم. PIM IM IM IP IM 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 I
6-3-2-3-1-3-2-3 که به شما گفتم اونقدر بزنید که به این تمپو خوب برسیم و نرم و لطیف، همونطور که دارین میبینید من دستم بلند نمیشه اینجوری، کاملا مچ ساید، همه چی ثابت، فقط انگشتی که داره میزنه بندای انگشت که اینا رو قبلا گفتیم پس توضیح نمیدیم، شما رو ریفر میدم به ویدیوهای مرتبط با این موضوع. این پس شد دست راست من. حالا از شما میخوام بچین که با بیس 6 بزنید، با بیس 5 شروع کنید.
حالا بیس 6 فرقی میکنه، یه بار 5 یه بار 6 5 ولی بقیه ثابت. اوکی این جدا. حالا دست چپ شما، شروع میکنیم از امروز دوتایی گرفتن رو کار کنیم. دوتایی تا جلسات قبل تکی تکی بود دیگه، نه جلسه اول یا دوم تک نوت میزدیم. و جلسه سوم دوباره تک نوت رو یک سیم. حالا میخوایم دو نوت رو همزمان بگیریم. چیا رو میخوایم بگیریم؟ در سیم دو فرت اول که نوت دو هست با انگشت یک، و در سیم سه فرت دو با انگشت دو که نوت لا هست. عمود چی کار؟ اول باید تست بگیرم ببینم که خوب گرفتم، بعد میگیرم. گوش کنید، این سیم سه، این سیم دو، اینم سیم یک. بعد گرفتم چرا؟ چون عمود نیست. حالا عمود و شیک و مرتب میگیرم. گوش کنید، این سیم سه عالیه، سیم دو عالیه، سیم یک اینم عالیه. هر وقت به این درجه رسیدی که تمیز شد، میریم این تمرین رو اجرا میکنیم. من از شما میخوام این پوزیشن رو دست شما، این حالت گرفتن رو دست شما چفت بیفته. ازتون میخوام این پوزیشن رو بگیرید، آروم میذارید روش، دوباره ول کنید، دوباره بگیرید، بذارین دوتاشو همزمان. باید به درجه ای برسید که اینا رو همزمان بگیرید. ببینید، همزمان 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 همزمان، دنگ 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 دنگ، همزمان ول میکنم، دوباره آروم میارم، همزمان، جای دیگه نیفته و عمودم باشه. قبوله؟ یه ساعت، دو ساعت، نمیدونم چقدر. شما تعیین کننده هستید که چقدر برای این تمرین وقت بذارید که اینا همزمان فیکس شه. یعنی من خودم اونقدر اینو گرفتم که میدونم این قیافه الان میفته قشنگ میشینه روی این دوتا. تمام. هر وقت به این درجه رسیدین، اینی که اینجا گرفتین یه سیم بپرونین جفتشو بالا، آه، در واقع انگشتتون، انگشت یکتون سول دیز فرت اول سیم سه رو گرفته و انگشت دومتون سیم چهار فرت دوم که می رو گرفته. یعنی سول دیز و می، لا دو سول دیز می، لا دو می سول دیز، لا دو می سول دیز. هی تعویض، هی تعویض همزمان. دو تا پایینی، دو تا فعلا دست راستی هم در کار نیست، ساعت ها و ساعت ها، هی پایینی هی بالایی، دو تا سیم دو و سه، دو تا سیم سه و چهار، هی تعویض. هر وقت به این درجه رسیدین که بی خطا اینا رو به هم دیگه تعویض کردیم و خیلی عالی انجام شد، یه تعویض بعدی داریم. دوباره همین قیافه، عیناً این قیافه منتقل میشه به سیم دو و سه فرت چهار و سه. انگشت دو من فرت چهار سیم سه که نوت سی هست رو میگیره و انگشت یک من فرت سه سیم دو که نوت ره هست رو میگیره. پس شد این، 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 دوباره این، این، این. این کار رو هی تکرار میکنم، هی هزار بار تکرار میکنم، طوری که سر جاش بیفتن و سوتی موتی ندم، نره یه جای دیگر رو بگیره. درست میگم؟ دقیق اگه دقت بفرمایید و ویدیو رو الان براتون زوم میکنم، دقیق 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 میفته روش و همه سیما هم دارن تمیز میزنن. من هدفم اینه که این قیافه دو انگشتی گرفتن شما فیت فیت بگیرید. اوکی گرفتم، حالا با این دست ترکیب میکنم همون آرپش رو، یک بار رو سیم پنج و این رو دو مرتبه میزنم. چه تنین زیبایی داره میده. و منتقل میکنم به یه سیم بالایی، همون پوزیشن دومیه، این بار با بیس 6 میزنم دوبار. این دستم که تغییر نمیکنه، انگشتای دیگه فقط بیس داره تغییر میکنه. در واقع همون 6 3 2 1 2 3 5 3 2 1 2 3 6 3 2 1 2 3 5 3 2 1 2 3. دوباره سیم پایینی با بیس 5، حالا با بیس 6 بالایی،
چند مرتبه تکرار. خیلی زیباست. به چه آرپژ زیباییه، چه کورد زیباییه. صد مرتبه که این کار کردی. حالا پوزیشن سومیه با بیس 6. دوباره سر میدم، پوزیشن اولیه با بیس 5. سر میدم، پوزیشن سومیه با بیس 6. میرم پوزیشن دومی با بیس 6 و این کار رو هی به هم تعویض میکنم. چالش اصلی کجاست؟ چالش اصلی در تعویزه. این غلطه، گوش کنید. انقدر زیبا بزنم، حالا میخوام تعویز کنم 2 ساعت طولش بدم. دوباره 2 ساعت طولش بدم. نه، شما باید بگید دد 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 رد دد 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 دد. باید سر موقع بپرونین. وایسیم کار خراب شده. رم بم 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 بم. پس باید اونقدر تمپو رو بیاریم پایین، سرعت رو اونقدر بیاریم پایین که این سر موقع تعویض شه. گوش کنیم، من الان فرض کنیم که مبتدیم، من نمیتونم تند عوض کنم. بزنم اینو، نمیخوایم اینو، میخوایم گوش کنیم. تمپو رو میارم پایین. فرصت میکنم و حتی پایین تر. و حتی پایین تر. ها، فقط برای ما تعویض صحیح مهمه. این مهم نیست. بله، هرچی تندتر خوشگلتر، ولی باید درست هم بزنیم دیگه. این مهم نیست، چون اینو داریم جداگانه خدا میشیم. فارغ از دست چپ این برو دارم مسلط میشم. این واسه خودش مسلط میشم. نگران این نباشید، نگران این باشید که باید سر موقع دددی دری ددی درد ددی ددی درد ددی 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 هی باید تعویض‌های سر موقعی انجام بده که شما چون در ابتدا احتمالاً تبحر کافی رو ندارید، هی تمپو رو کم میکنید. اگه سر موقع بود دمتون گرم، نبود دوباره کم میکنید. اگه سر موقع بود دمتون گرم، اگه نه دوباره کم میکنید. و در نهایت باید هی با یه تمپوی باید انتخاب کنین. هر چقدر هم کم هم اصلا اشکال نداره، اصلا اشکال نداره هر چقدر کم، فقط باید سر موقع تعویض بشه. گوش بفرمایید، این عالیه. هر چقدر آروم، هیچ اشکالی نداره، فقط سر موقع داره تعویض میشه. به هر حال اونقدر بیارین پایین، حتی تمپو این شد، مثلا اینم قبوله، هر چقدر آروم ولی سر موقعش تعویض بکنید، کار عالیه. حالا اون پایین ترین مترونوم رو پیدا کردید که تو چه مترونومی میتونید خوب تعویض بکنید، اونو ملاک اولیه قرار میدید، 10-20 دفعه میزنید مسلط میشید. یه نمور تون میکنید، حالا 1000 دفعه میزنید اونو مسلط میشین، یه نمور تون، و به همین روش تمپو رو تون میکنید با ملایمت. خب تمام، حالا تمرین شماره 2 شما آرپژ عوض میشه ولی پوزیشن ها همینه. بچه ها تمرین این جلسه ما فقط تغییر این پوزیشن هست. من میخوام دست شما خدای گرفتن این بشه و سر موقع تعویض کنه. حالا این برو عوض میکنیم، یه آرپژ 6 تایی میزنیم، بیس 5، 1, 2, 3, 4, 5, 6 که قبلا تو جلسه 1 یا 2 بهتون گفتم، میتونید ریفر بدم به اونجا که برید ببینید و یاد بگیرید. حالا بیس 6، پوزیشن عوض شد، دوباره بیس 6،
دوباره بیس 5 و عالی. این دو آرپش. آرپش سوم این بود. میگفتن انگشت رو به هم بچسبونید. انگشت پی و آی رو به هم میچسبونید. یه دونه سیم دو وسه. یه دونه رو بیس 5. پس شد همش رو سیم دو و سه، انگشت پی و آی من. بیس من فقط عوض میشه، رو پوزیشن اول رو سیم 5، رو پوزیشن دوم و سوم رو سیم 6. یه دونه این، یه دونه اون، یه دونه سیم دو و سه که به هم چسبیده و جدا نمیشه و یه دونه هم 5 میشه. 2 3 4، 4 مرتبه و بعد پوزیشن رو عوض میکنم ولی همچنان همون سیم دو و سه. دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که با دو سه مدل آرپژ دست راست، دست چپ همون سینک و سر تایم در یک پوزیشن دو انگشته همزمان تعویض کنم و کار به وقفه نیفته. هدف اینه، کار دیگه نکنید. بنابراین میباید تمپو رو اونقدر پایین بیارید که بتونید این تعویض‌ها بسیار سر موقع تعویض شه و این برشون هم بسیار شکیل بنوازه. اگر که این کارو کردید ما به هدفمون رسیدیم. حالا میتونید آروم آروم ذره ذره تند کنید و ذره ذره تند کنید. 100 مرتبه بزنید، نه اینکه تند کنید دو دفعه بزنید دوباره تند کنید دو ماسمالی میشه اونطوری. به هر حال تمرینات این کلاس ما به پایان رسیده. امیدوارم که بعد از تمرینات این جلسه شما بتوانید پوزیشنی که بهتون گفتم دو انگشت رو فیت بگیرید و یه سری آرپژ رو هم روش به خوبی بنوازید. برای من کامنت بذارید. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.